دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این برنامه قصد دارم که دو تا شیت کوین خیلی خیلی تازه وارد را خدمتون معرفی بکنم. این شیت کوین ها دیگه خیلی شیت کوینن و هنوز حتی تو کوین مارکت کپ هم لیست نشدن. من مجبور شدم از جای دیگه ای اطلاعاتشون رو بگیرم و برای شما عزیزان میگذارم. خب خیلی از وقتا این نوع شیت کوین ها چون الان خیلی اول کارشونه، احتمال اینکه بعد از حتی یکی دو هفته خوب بیان بالا وجود داره. باز تاکید میکنیم اگر شیت کوین ها رو خواستین خرید کنین، به مبلغ کم خرید کنین. ما قبلا راجع این قضیه صحبت کردیم، شیت کوین ها رو ما یه پولی برشون در نظر میگیریم که دیگه حتی اگر پولمون هم از بین رفت اصلا ناراحت نشیم، چون داریم شیت کوین میخریم. ما الان آلت کوین نمیخریم یا بیت کوین نمیخریم، ما داریم چیزی رو میخریم که واقعا میتونیم فقط روی شانس باز روش حساب کرد. خب اولیش شیبا کورگی. شیبا کورگی دیگه اومده عکس دو تا دونه از این شیبا ها هم کنار هم زده ادغام کرده دیگه، دوچ کوین و شیبا رو با هم عکساشو ادغام کرده، شیبا کورگی کرده. حالا نمیدونم کورگی منظورش هم گرجی بوده، یعنی گرج خودمون، شاید هم حالا خالقش ایرانی باشه، چند روز دیگه دستگیرش کنن دیگه، اینا شو من نمیدونم. در حال شیبا کورگی 24 ساعت اصلا کلن اومده و خلق شده، توی این 24 ساعت هم 27% رشد داشت. خب کلن 600 دلار فکر کنم معامله شده، یعنی معاملاتش هم خیلی پایین هست. همچون که میبینید 629 دلار شیبا کورگی فقط معامله شده و هنوز هم همونجوری که میبینید توی هیچ مارکتی لیست نشده، ولی من کدش را براتون توی توضیحاتون پایین میگذارم، توی کانال تلگرام هم میگذارم، چون برخی از دوستان میگن که ما نمیتونیم، مخصوصا کسایی با گوشی میبینن برنامه های ما را، میگم ما از توی توضیحات نمیتونیم این کد را کپی بکنیم، که من براتون اونجا میگذارم. خب قیمت هم که میبینید دیگه فقط همه صفره، ما غیر از صفر چیز اینجا نگاه نمیکنیم. چند تا صفره؟ 3 تا 6 تا 8 دونه صفره، احتمالا صفرها بیشتر هم هست، یه تا 8ش رو نوشتی، حالا چند تا صفر بعدشه واقعا من نمیدونم. و در هر حال شیبا کورگی اینم نمودارش هست که خب توی این ساعتهایی که بالا پایین اومده به این صورت تونسته حرکت بکنه. خب بریم سراغ بعدی. دومین شیت کوینی که براتون در نظر گرفتم و معرفی میکنم اسمش هست هات داگ. فقط این هات داگ با اون هات داگی که میگن هات داگ، نمیدونم فکر کنم یه ای اضافه تر داره، هات داگه اینجوری بگیم، این هات داگه، یه شیت کوینه واقعا هات داگه. و اینها علامتش هم حالا یه دونه همون چیه، روباهیه که بدنش مثل حالت یک سوسیس شده. و در هر حال این هم همونجور که نگاه میکنید چند روز اومده، یک هفته است، توی یه هفته هم که اومده اتفاقا 45% اومده پایین، الان 13% اومده بالا تو 24 ساعت گذشته، یعنی دیگه اون پایین رفتنش هم میدونیم که رفته پایین تر. این الان مال 24 ساعت اخیرشه که 13% اومده بالا، که البته خب ما توی این شیت کوین ها دیگه خیلی ناشیت کوینن، اصلا نمیتونیم روی نمودار و اینجور چیزاشو نگاه بکنیم و واقعا اینا ولومی هم که دارن خیلی پایینه، این در حد 180 دلار الان داره معامله میشه. یعنی الان اگر فرض کنیم برنامه ما را الان 500 نفر 1000 نفر ببینن، این 1000 نفر فقط برن 10 دلار از این رو بخرن، 10000 دلار معامله شده و بعدن یه هایی میبینید قیمت چقدر میره بالا. یعنی اگر خود ما 1000 نفر بریم 10 دلار اینو بخریم، یه هایی قیمت نجومی میره بالا دیگه، 180 دلار کجا 10000 دلار، مثلا ولومش میشه یهو در روز 20 برابر و بعدن
اون رشد اون جهش را خواهد داشت. در حال اینها هنوز توی کوین مارکت کپ هم حتی لیست نشدن، این دوتا شیت کوینی که براتون در نظر گرفتم. و خب ما طبق روال گذشته من خودم فقط 10 دلار فعلا از اینا خرید میکنم تا حالا ببینیم در آینده چه اتفاقی براشون میفته، یا واقعا اینا میتونن خودشون رو بکشن بالا یا اینکه نه همینجا میمونند و از بین خواهند رفت. در حال اینها اگر بتونن خودشون رو بیارن توی لیستی که 4000 تای اولی، یعنی 4000 تای اولی بازار ارزهای دیجیتال برسن، بعدن اون موقع واقعا احتمال داره که مثلا این 10 دلار ما بشه 1000 دلار، بشه 2000 دلار. یعنی در این حد الان اینا، ولی خب شانس دیگه، احتمال هم داره هیچ وقت اینها یه همچین رشدی را نداشته باشن و خب به خاطر همین قضیه هستش که ما بهشون میگیم شیت کوین. و خب خیلی ها مثلا اعتقاد ندارن به شیت کوین، اما خدمت تو عرض بکنم خیلی ها میگن آقا شیت کوین چه شما میری میخرید. در حال ما بازم تاکید میکنیم هر کسی خودش تصمیم گیرنده است و هیچ وقت ما به کسی نمیگیم چی بخر چی نخر. در حال ما همه رو تحلیل میکنیم، ارزهای قوی رو تحلیل کردیم، نحوه استاک کردن رو گفتیم. اگه کسی می‌خواد سرمایه گذاری بکنه به نظر من خیلی بهتره که بره رو ارزهایی که آینده دار هستن، که من بارها اسمشون رو گفتم توی این برنامه، مثل کاردانو، مثل ترون، مثلا بیت کوین کش، مثلا اتریوم. خود بیت کوین الان خیلی جذاب شده، قیمتش میتونه مثلا روش اقدام بکنه، ولی مثل بخواد استاک کنه، مثل کیک بره استاک کنه تو کیف پول اتمیک، مثلا بیاد بره یه چیزایی مثل ترون رو اونجا استاک بکنه، کیکا که ریادتونم چجوری استاک بکنی، اون اصلیه، سرمایه گذار اصلیه اونجا شیت کوین ها دیگه، اون سود ما و اون مازاد مبلغی هستن که ما اصلا در نظر نمیگیریم، ولی یک موقع میبینید سود اینها بیشتر از اونهاست. در حال یه شانسه، ببینید شیت کوین ها واقعا شانس هست. این سری این دو تا شیت کوینی که براتون در نظر گرفتم، اینها اگر بگیرن دیگه خیلی خوب میگیرند. اینا اگر که بگیرند و بیان بالا، چون اینا دیگه خیلی الان پایین هستن، یه تکون بخورن یهوی میبینی که قیمتشون در عرض مثلا چند روز حداقل 10-20 برابر میشه یه تکون کوچیک بخورن. حالا اونایی که قبلا گفته بودیم رنکشون مثلا توی 2500 3500 4000 اینها خودشون بودن در اون رنگ ها، و خب ما به امید این میگرفتیم که مثلا از 3500 بیاد 2500 بیاد 2000 بیاد مثلا 3000 یه تکونی بخوره و خب ما بتونیم سودی رو ببریم توی چند ماه. اما اینها فرضاً اگر کوچکترین اتفاقی بیفته میان توی مثلا اون جزء 4000 تا، خیلی بیشتر از اونها رشد میکنه. در حال امیدوارم که نظرات خودتون رو راجع این ویدیو هم برای من بنویسید. من شاید نتونم همه نظرات رو جواب بدم، ولی قطعا نظراتتون رو میخونم همیشه و خب متوجه میشم که شما چه چیزی از من میخواید و سعی میکنم که ویدیوها رو به همون سمت بیشتر سوق بدم. در حال تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.